انریکه کاپریلس، نامزد مخالفان دولت در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا، اعلام کرد که برای دادرسی درباره نتیجه انتخابات اخیر به دادگاه شکایت خواهد برد. رهبر اپوزیسیون ونزوئلا در یک نشست خبری به نمایندگان رسانه‌های گروهی و خطاب به رئیس جمهوری این کشور گفت: حقیقت به بزرگی تمامی این کشور است که انتخابات دزدیده شده. این واقعیت است که شما انتخابات را دزدیده اید و باید درباره آن به کشور و همه جهان توضیح دهید. از دیگر سو نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری سوسیالیست ونزوئلا، در پاسخ به اظهارات رقیب خود به خبرنگاران گفت: ما یک آمریکایی را دستگیر کرده ایم، کسی که تأمین مالی گروه‌های فشار را بر عهده داشته است. من دستور دادم که این آمریکایی دستگیر شود و ما محاکمه‌اش خواهیم کرد. من به وزیر کشور و دادگستری دستور دادم که هر کسی را که درگیر چنین فعالیتی علیه مردم ونزوئلا است بازداشت کنند. اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به نفع معاون پیشین هوگو چاوز موجی از اعتراض‌های عمومی را در کاراکاس، پایتخت این کشور، برانگیخت. معترضان با حضور در خیابان‌ها خواستار بازشماری صندوق‌های رأی شدند.